سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین محترم با ما همراه باشید تا در این ویدیو بخش هایی از گفته های دکتر فرهنگ هولاکویی در مورد روانشناسی، زناشویی و روابط خانوادگی رو با هم بشنوید اینکه باش ازدواج کنی بعدن عشق و علاقه به وجود میاد غلط و برگرفته از نگاه و عقیده گذشتگان بوده که چارهای جز قبول و پذیرش دیگری نداشتند. چون در بیشتر موارد نه حق انتخابی بوده و نه شناخت و آشنایی. در گام اول در رابطه ما میبایست از نظر ظاهر و فیزیکی طرف مقابل برای ما خوشایند و رضایت بخش باشه و بعد بخوایم رابطه رو ادامه بدیم. چون شاید در اوایل این نپذیرفتن طرف از نظر جنبه های ظاهری مشکل ساز نشه ولی در دراز مدت حتما با خودش مسائل جدی به همراه میاره کسی که حیا نداره از دیگران سوال میکنه که اونو رو ناراحت میکنه کی ازدواج میکنی کی بچه میاری چقدر چاق شدی حتی پدر و مادر هم نباید اتاق فرزندشون رو بگردن موبایل اون رو چک کنن دفتر خاطرات اون رو بخونن مگر احساس کنن فرزندشون مشکلی داره کسی که حیا نداره حرمت نفس نداره و زندگی و روابطش حد و مرز ندارند کسی که حرمت نفس داره نه به حد و مرز کسی تجاوز میکنه و نه این اجازه رو به دیگران خواهد داد. آدم های بسیاری هستند که میدونن ازدواجشون اشتباهه و حتما به طلاق و جدایی منجر میشه ولی ازدواج میکنن برای اینکه یک بار و برای همیشه خاطر خودشون رو از موضوع ازدواج آسوده کنن مشکلی که اغلب ما داریم اینه که در ذهنمون یک طرح و قابی داریم از کسی که میخوایم عاشقش بشیم و دوست داشته باشیم بنابراین وقتی که به جایی میریم طرح دستمونه و به هر کسی میرسیم که به طرحمون شبیه تره نگاه میکنیم و به دنبال اون هستیم که ببینیم به اون طرح میخوره یا نه تعدادی از انسانهایی هستند که به دلیل نوع رابطهشون بیمار نیستند ولی نوع ارتباطشون بیمارگونه است و بنابراین اونجاست که عشقهای بیمارگونه و عشقهای گیر و گرفتار داریم عشقهایی که برخی از اوقات در حقیقت وابستگی و اعتیاد هستند تا عشق اینها معانی و مفاهیم دیگری دارند همسر شما براتون باید تمام هدف زندگی و برای عشق و صحبت و دوست داشتن باشه نه اینکه به خاطر بالا رفتن سن ازدواج کردی نه اینکه برای حفظ موقعیت اجتماعی یا شغلی یا حفظ آبرو ازدواج کنی و نه به خاطر درس خوندن و ادامه تحصیل و نه به خاطر مهاجرت و اقامت گرفتن و یا ملیت همسرتون و نه به خاطر اینکه از لحاظ مادی تعمین بشید و از کمبود مالی و یا وابستگی مالی نجات پیدا کنید و نه اینکه به خاطر بچه ها مجبور باشید بلکه باید تنها و تنها و تنها هدف خود همسر شما و عشق به اون و دوست داشتن اون باشه انسان عصبی هشت مشخصه معین داره اول فرد عصبی کسی که واقعیت رو همانطور که باشه نمی بینه. دوم مسئولیت رو به اندازه نمی پذیره. سوم با موضوع وقت و زمان مشکل داره. چهارم مشکل جنسی داره. پنجم مشکل خشم داره. ششم مشکل حرمت نفس داره. هفتم مشکل قدرت داره. هشتم موجودیه که نمیدونه با خشم خودش باید چیکار کنه و در این زمینه گرفتاره